jungle. سلام و عرض ادب خدمت همه محققین و دانشپذیران آکادمی تحلیل آماری ایران. با یه ویدیو درجه یک که کیف کنید باهاش رسیدم خدمتتون. قبلش حتما میگم بچه های اینستاگرام، بچه های تلگرام، این عزیزانی که تمام این سالها تو دوره شرکت کردن، شما حتما پیش قدم باشید. کانالی که جدید ایجاد شده لطف بکنید این کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید تا این انگیزم وجود داشته باشه که مرتب ویدیوهایی که بسیار پرکار بردن براتون آماده بکنیم. امروز میخواییم با یه ابزار در حقیقت یعنی هوش مصنوعی، منتها قرار هست کار فوق‌العاده‌ای برامون بکنه. یوماتا چیه این؟ بذار اول تعریفش کنم. یک ابزار هوشمند برای پرسیدن سوال و اساساً چت با مقالاتتون، اسنادتون، کتابا و غیر است. فوق‌العاده است این ابزار. یوماتا در حقیقت ابزاریه که مقالات شما که با فرمت PDF هستند رو باز میکنه و شما به جای اینکه کل مقاله رو شروع بکنید بخوندن 20 صفحه 25 صفحه، دوباره تو ویدیو قبلی گفتیم که ادبیات نظری، چارچوب نظری، در مورد همه اینا بحث شده، به جای که همه این کارا رو بکنید، مقاله‌ای که احساس می‌کنید مقاله مناسبیه، جدیده، معتبر، همه این شاخص‌ها قبلا گفته شده رو باز می‌کنید و برای نگارش پروژه‌تون مقاله‌ای که می‌خواید سابمیت بکنید یا پایان نامه‌تون از اون مقاله سوال می‌پرسید. مثلا سوال می‌پرسید که اساساً کل این مقاله مثلا در مورد چی داره اصلا صحبت میکنه؟ مهمترین مثلا نکات موجود در بحثش چیه؟ چه پیشنهاداتی رو ارائه کرده؟ گپ ها چیا هستن؟ محدودیت ها چیا هستند و الی آخر. هر سوالی که فکر میکنید، سوالات رو باید به انگلیسی بپرسید. طبیعتاً که این سوالات شما خیلی لازم نیست پیچیده باشه، فقط بعضی از بچه ها میگن ما زبانمون ضعیف و این اشکالی نداره، یه جمله از تو گوگل ترنسلیت قرار بدید و بعد اون رو از مقاله میپرسید و پاسخ رو به شما میده و این پاسخ ها از دل متن بیرون کشیده شده، معنا و مفهوم اون رو میده، بسیاریشون پارافرایز شده، عین متن نیستش، بنابراین فوق‌العاده براتون کاربردیه برای اینکه ازش استفاده بکنید. یک مقاله رو میشه در 5 دقیقه 6 دقیقه سوالات اصلیتون رو بپرسید، بفهمید چی میگه، این یادداشت ها رو یه جا ذخیره بکنید و در حقیقت اون مقاله رو کامل مرور کرده باشید. بدون اینکه وقت رو تلف بکنیم بریم سراغ اینکه چطور از این ابزار استفاده بکنیم. من آدرس سایت رو توی دسکریپشن توضیحات این ویدیو براتون گذاشتم، اینجا هم دارید میبینید. Yumata.ai هستش، یک نوع هوش مصنوعیه، داره میگه هر چیزی رو میخواید در مورد فایلتون، فایل PDFتون بپرسید، سرعتتون رو بسیار زیاد میکنه، میتونید پاسخ چت بکنید، در واقع پرسش و پاسخ هسته، شما سوال میپرسید، اون جواب میده و این جوابها معادل خلاصه سازی این کار رو هست. بعد توضیحاتی هم توی وبسایت داده در مورد اینکه چجوری این پیپرهای طولانی رو در واقع اینجوری
تلخیص میکنید، چجوری اگر در یک مقیاس بالا بخوایم ببینیم صدها ساعت وقت صرف جویی میشه و این پرسش و پاسخ Q&A بسیار کمک میکنه مقالات رو علاوه بر فهم نقد هم بتونید بکنید. وقتی وارد سایت میشیم خب میبینیم که قسمت قیمت ها رو مشاهده میکنیم، میبینیم که خب در واقع ابزاری هست که اگر میخوایم مدام ازش استفاده بکنیم باید هزینه پرداخت بکنیم، اما تو مقیاس های کم برای استفاده از در حقیقت تا 60 صفحه دارید میبینید این فری هستش و عزیزان میتونن با ایمیل های مختلف اگر توانایی پرداخت ندارن با ایمیل های مختلف وصل بشن و یه مقاله مثلا فرض کن 60 صفحه 3 تا مقاله در نظر بگیریم میتونن چند تا ایمیل جیمیل بسازن و جوین بشن، حساب باز بکنن و اینجوری هر تعدادی که خواستن مقالات رو تلخیص بکنن، لااقل مقالات بیسشون رو، سوالات پرسش و پاسخهایی که میخوان رو باش داشته باشن. ما هم در واقع از قسمت فری میخوایم جوین بشیم و وارد بشیم و ستاپ بکنیم. من این قسمت رو میزنم، ایمیل رو میبینیم اینجا، میخوایم یه حساب باز بکنیم، وارد میشم، ایمیل رو وارد میکنم، یک پسورد تعیین میکنم، وارد بشم برای کسی که لاگین کرد. اگر کسی قبلا لاگین نکرده خب طبیعتاً باید ساین آپ کنه و یک حساب جدید بسازه. بنابراین من قسمت ساین آپ رو میزنم، ایمیلم رو وارد میکنم و یک پسورد میزنم اینجا. پیشنهاد پسوردم میده بهتون، میتونید از همین استفاده بکنید. به هر حال من پسورد خودم رو وارد میکنم. مثلا این و دارم تمام مراحل رو میگم یه کسی گیری نداشته باشه. سیوش هم بکنید که اگه یه موقع پسورد یادتون رفت سیو بمونه. الان از شما فایلتون رو میخواد که آپلود بکنید. خب طبیعتاً مقالات بسیاری رو با روش هایی که قبلا گفتیم با نرم افزارهایی مثل پابلیشر، پرش و غیره دانلود کردید. مقالات منتخبی رو برای انجام کارتون جای جدای قرار دادید یا تو نرم افزارهای مثل مندلی زوتو رو وارد کردید. الان باید آپلود فایل رو انجام بدید. آپلود رو میزنیم و وارد آدرس میشیم و مقاله رو انتخاب میکنیم. خب من یکی از مقالاتی که حالا با دوستان خود آکادمی توش مشارکت داشتیم رو باز میکنم. یه مقاله Q1 روی دسکتاپ، این مقاله رو انتخاب میکنم، اوپن میکنم و داره آپلود میشه. میخوام ببینم این چی گفته. یه مقدار وای میسیم. خب آپلود انجام شد، حالا میتونم سوالاتم رو بپرسم. این عنوان مقاله است. این قسمت میتونیم فایل رو تغییر بدیم، دانلود فایل مجددی بکنیم یا اصلا با درگ و دراپ هم میتونستم این کار رو بکنم به جای آپلود کردن. به هر حال قسمت پرسش سوال، پرسیدن سوال رو میزنم، صفحه کاملی باز میشه برام. مقاله اینجا هست، عنوان مقاله، نویسندگان، میرم پایین تر، حجمش زیاده طبیعتاً و ابسترکت داریم میبینیم. من بخش تجزیه و تحلیل و آمار این رو انجام دادم، واقعاً
از محتوای مقاله خیلی اطلاعی ندارم این مدل و الی آخر. اینجا من میتونم سوالم رو بپرسم و این هوش به من پاسخ بده. بریم ببینیم به چه صورت هست. خب اول میپرسم مثلا این مقاله اصلا در مورد چیه؟ حروف رو من کوچیک کنم. What is this article مثلا about؟ علامت سوال رو میذارم. سوال پرسیده میشه، شروع میکنه کل متن رو بررسی کردن و داره میگه این مقاله اومده مثلا در مورد رابطه بین، تصور بکنید که متغیرهاتون اینجا همه مشخصه، در مورد ارتباط بین اینها، ارتباط علی اینها، مثل پرخاشگری و نمیدونم تنظیم خودکار و غیره داره در مورد اینها صحبت میکنه در یک مدل. این مطالعه بخش آماریش رو توضیح میده، فرضیاتش رو خیلی کوتاه و جذاب برای شما میاد در مورد این بخش ها صحبت میکنه. فوق العاده است و میتونید، از همه مهمتر، توی نسخه جدید میشه این رو کپی کرد، یعنی کپی میکنی میبری توی فایلی ذخیره سازی میکنی و اینجوری خلاصه میکنی. سوال بعدی رو میپرسیم، مثلا میگم که میتونی در مورد چه میدونم نمونه گیریش ببینیم میتونه، بذارید من این سوال رو پیست بکنم که وقت گرفته نشه. گفتم میتونی در مورد سمپلینگ این مقاله، این آرتیکل توضیحی به من بدی ببینیم میتونه یا نه. فوق‌العاده، صفحاتش رو هم به شما میده، داره صحبت میکنه، همون باز صحبتی که کردیم، چون این بخش رو خودم روش در واقع کار کردم، داره میگه از جی پاور استفاده شده، 675 تا حداقل حجم نمونه بوده، برای اینکه به این حجم نمونه برسن حالا 700 تا در واقع پخش کردن. بعد نمونه گیری به چه صورت بوده، نمیدونم دادهای دموگرافیک و غیره که از جمع‌آوری داده‌ها به دست اومده تو چه صفحاتیه، اینا رو برای ما خلاصه سازی کرده. فوق‌العاده است، اصلا بی‌نظیره، کیف میکنیم. سوال بعدی رو میپرسیم، یه قسمتی که خیلی ها توی ضعف دارن قسمت های مختلف بحثه. ببینیم مثلا محدودیت های این مقاله چی بوده، محدودیت های اصلیش، لیمیتیشن های اصلی مقاله چی بوده. خب من لیمیتیشن های این مقاله، خیلی هم بچه ها لطف بکنید که در واقع مخاطب این گفتگو داری چت میکنید دیگه، میتونی این کار انجام بدی، میتونی اینو به من بدی، میتونی ریافتهای اصلی به من بگی، این بخش رو توضیح میدی یا این بخش رو خلاصه میکنی، حتی میتونید اینو بنویسید، میتونی این بخش رو خلاصه کنی، فلان بخش رو، مثلا اینتروداکشن رو، همه اینا رو بهتون انجام میده. نسبت به ابزارهای همجنس خودش بسیار قدرتمنده. من این رو میپرسم ببینیم، مثلا چون از لیمیتیشن های مقاله ایراد گرفته بودم. به هر حال این قسمت ها هم اینجا دارید میبینید، قسمت هایی که هایلایت کرده از این بخش ها برداشته ها، من اگر دیگه نشون نمیدم میخوام ببینید چه حجمی از مقاله خونده میشه تا این به شما داده بشه. خب ببینید الان برای قسمت لیمیتیشن، چون بسیار کوتاه هم بوده، نوشته که چندین تا این به اصطلاح محدودیت اصلی داشته، مثلا پرسشنامه اینجوری بوده، نمیدونم اندازه‌گیری اینجوری بوده، تیف لیکرت اینجوری بوده و الی آخر، که محقق بدونه این تحقیق تو چه شرایطی نوشته شده. هر سوال دیگری هم خواستید می نویسید،
کپی همراه با سوالتون. و بعضی میگن آقا اینو چی کارش میکنی؟ خب میتونید کپی بکنید، اگر انگلیسی سخته کپی بکنید تو گوگل ترنسلیت، کاملا متن گویا و قابل فهمه. حتی تو گوگل ترنسلیت هم قرار بدید چیزی که میخواید رو متوجه میشید، متن با دقت انتخاب میشه، پارافرایز هایی که انجام میشه فوق‌العاده است. حالا در نظر بگیرید وقتی تعداد این مقالات زیاد باشه چقدر، مثلا 20 تا، چقدر کار فوق‌العاده میشه نوشت. از بین اینها با سوالات مشابه اینا رو در بیاریم و بعد از بین اینها شروع بکنیم ایده خودمون رو سوار بر ادبیات پژوهش درست بنویسیم. ببینم عزیزان چی کار میکنن، هم عزیزانی که چه تعداد زیاده دیگه، همین الان 150 خورده تو کیفی هستن، 130-140 نفر تو SBSS، تو SCM. ببینم همین عزیزان چجوری دارن تو راستای کارشون استفاده میکنن، عزیزانی هم که قبلا تو کلاس ها بودن یا کسایی که تازه با آکادمی آشنا میشن لطفا تو کارشون استفاده بکنن. سابسکرایب و زدن زنگوله یادتون نره، حتما در واقع مشترک شید و به ما بپیوندید که انگیزه پیدا بکنیم برای کارهای آتی. ممنون از همه تون. از خانم دکترم خیلی تشکر میکنم که شرایط تولید و آفلود این ویدیوها رو آماده میکنن. بازم با ویدیوهای خوب و کارآمد میرسم خدمتتون. خدا نگهدار.